کمیته نوبل صلح در نروژ روز گذشته نام سازمان برنامه جهانی غذا را به عنوان برنده جایزه نوبل صلح سال 2020 اعلام کرد. برای صحبت در این رابطه همکارم ایلیا جزائری از طریق اسکایپ با ماست. ایلیا، قبل از اینکه به برنده امسال نوبل صلح بپردازیم، در مورد این جایزه و سابقه اون برامون بگو. چقدر سابقه داشته که نهادها و سازمانها برنده نوبل صلح بشن؟ بله مهدی، جایزه صلح نوبل سال 1991 برای اولین بار اعطا شد، جایزه‌ای که وقف شده توسط یکی از پنج جایزه وقف شده توسط آلفرد نوبل، صنعتگر و مخترع سوئدی، که در وصیت‌نامه‌اش نوشته این جایزه به کسی داده بشه که بهترین یا بیشترین تلاش رو در راه برادری ملل، انحلال یا کاهش ارتش‌ها یا تشکیل و ترغیب کنفرانس های صلح کرده باشه. بیشتر از 130 شخصیت حقیقی و حقوقی تا به الان این جایزه رو بردن، جایزه‌ای که ارزش معنوی بسیار بالایی داره در سطح بین‌المللی، که در این میان جایزه صلح به برنامه جهانی غذا 22مین جایزه صلح نوبلی هست که به یک سازمان بین‌المللی داده میشه. تا الان سازمان‌های مختلفی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان صلیب سرخ، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعداد ده‌ها سازمان دیگر طی سال‌های مختلف این جایزه رو به خودشون اختصاص دادن. و سازمان صلیب سرخ که تو اشاره کردی با 3 جایزه رکورددار دریافت این جایزه است. خب چه عواملی باعث شد تا امسال این جایزه به سازمان برنامه جهانی غذا تعلق بگیره؟ طی سالهای گذشته مهدی، بسیار منطقه خاورمیانه و بعضی دیگر از منطقه جهان شاهد جنگهای گسترده و بزرگی بودند، جنگهای طولانی که باعث شدند از لحاظ امنیت غذایی این منطقه آسیب ببینه. جنگهایی که در سوریه الان داره سال نهمش رو سپری میکنه در بعضی مناطق سوریه، یا جنگ یمن و بحرانهای دیگه که در آفریقا به ویژه وجود داشت. در این میان سازمان جهانی غذا، برنامه جهانی غذا بسیار تلاش کرد، هم برای تأمین امنیت غذایی که مردم در این مناطق بهش نیاز داشتن، و هم برای آموزش مردم به منظور تهیه مواد غذایی که بهش نیازمند هستند. به علاوه در بعضی از مذاکرات هم شرکت کرد، مذاکراتی که منتهی به آتش‌بس‌های کوتاه مدت یا طولانی مدت شد در مناطق جنگ، و شعارش این بود که اگر صلح حاکم بشه بسیاری از بحران‌ها یا به وجود نمیاد یا متوقف میشه و کاهش پیدا میکنه. در مجموع این تلاش ها باعث شد که سازمان جهانی صلح از میان 318 نامزدی که امسال وجود داشتن برای دریافت جایزه صلح نوبل انتخاب بشه. ایلیا، از فعالیت های برنامه ها و برنامه های سازمان جهانی برنامه غذا برامون میگی، در چه زمینه هایی و با چه گستره ای فعالیت میکنه این نهاد؟ برنامه جهانی غذا سازمانی هست که در سال 1961 تأسیس شد، در حقیقت شاخه کمک غذایی سازمان ملل متحد است و مقرش در روم ایتالیا هست. بیشتر از 80 دفتر در کشورهای مختلف جهان داره. این سازمان به منظور کمک به مردمی که نمیتونن به تأمین غذای کافی دست پیدا بکنن، یا خانواده خودشون رو هم کمک کنن در تأمین مواد غذایی تشکیل شده. اهدافش هست نجات جان افراد و حمایت از امرار معاش اونها در مواقع اضطراری، جلوگیری از گرسنگی حاد و سرمایه گذاری برای آمادگی در مقابله با بلای طبیعی و کاهش اثرات اون، بازگردوندن و بازسازی زندگی و امرار معیشت ها بعد از جنگ و بلایای طبیعی یا در شرایط گذار هست، و همچنین کاهش گرسنگی مزمن و کمبود تغذیه، تقویت توانایی ملت‌ها برای مهار گرسنگی. اینها عمده اهداف برنامه جهانی غذا هستند و از سال تأسیسش به ویژه در بحران‌های امنیتی، جنگ‌ها و همچنین در بلایای طبیعی کمک‌های بزرگی کرده به مردمی که از امنیت غذایی برخوردار نبودند طی این بحران‌ها. سپاسگزارم ایلیا از همراهیت. ممنون از شما.